آقای رحمانی، شما اشاره ای کردین به اتفاق ناگواری که چند وقت پیش در فرانسه افتاد. یک معلم فرانسوی توسط یک نوجوان چچنی به طرز فجیع سر بریده شد. شما در فرانسه هستین و همون کشوری که این اتفاق در واقع به وقوع پیوست و از نزدیک حوادث و جریان رو دنبال کردین. خواستم ببینم به نظر شما دلایل این اتفاق و روند پیشرفت این پیگیری این مسئله در فرانسه تا الان به چه شکل بوده؟ ببینید، یه واقع تاسف و لایه لایه است، ولی خیلی مسئله مهم. ببینید، یه بخش همون لایسیته فرانسوی است که اساسا برای مردم مسیحی در یک پروسه تاریخی یک حقوق برابر تعیین کرده. خب اقلیتی دیگه غیر قابل چشم پوشی از مسلمانان وارد این جامعه شدن. خب وقتی اینا وارد شدن، تبعیضات اجتماعی و امثال هم وجود داشته، مسئله فرهنگی و تفاوت ها وجود داشته. اسلام یک فرهنگ متفاوتی از مسیحیته. خب ولی اتفاق تلخی که افتاده در یک دوره، مثال زنان، مادران مسلمان برای که بچه هاشون گوشت خوک نخورن، یک جنبش مدنی تو فرانسه رو انداختن و حرفشان رو اثبات کردن. الان در مدارس فرانسه اگه یک دانش آموز بگوید من گوشت خوک نمیخورم، بهش گوشت جایگزین میدن. برای این یک تلاش مدنی گسترده صورت گرفت. خب ولی اتفاق تلخی که افتاد، آرام آرام اینجا دیگه اون فقط لایسیته نبود، منافع حکومت های فرانسه این بود که این اقلیتی که خلاصه خرج داشتن و سامان دادنشان نیاز به یک فرانسوی دیدنشان بوده، اینا فراموش کردن. ببینید، یک آقای نوری بوده، شاگردای ارکون، سال 1976 میلادی، یعنی دقیقا 50 خورده سال پیش این پیشبینی کرده بود. گفته بود فرانسه برای مسلمانان هم باید یک مسئولیت ملی داشته باشه و این امامان مساجد بر داخل خود فرانسه باید آموزش ببینن. این اتفاق نیفتاد، چون هم خرج داشت، هم یک گسسته فرهنگی بود، همون الیت فرانسه، حکومت مسلمانات اون چارچوب نقشی نداشتن. اون توجهی که مثلا قدرتی که یهودی ها دارن در فرانسه اینا نداشتن. اتفاقی که افتاد، آرام آرام عربستان سعودی مسلط شد به این امامان و با پولی که خرج میکرد و با امکاناتی که خرج میکرد، عملا آموزش سلفی حاکم شد بر اینا و این اقلیت عملا در جامعه فرانسه با تبعیض مواجه می شده. گفتم اون لایسیته نتوانست اون آموزش ملی و اون احساس نابرابری جبران کند در اینا. گفتم مثلا اقتصادی بود. معمولا دقت کنید، بورژوازی فرانسه برخلاف بورژوازی انگلیس حتی در دو قرنهای قبل ناچار مردم فرانسه در فرانسه انقلاب کردن. در انگلستان بورژوازی کوتاه اومد، ولی در فرانسه بورژوازی براحتی کوتاه نیومد. صاحبان سرمایه و قدرت نیامدن برای این اقلیتی که اقلیت نیست، 6 میلیون هم سرمایه گذاری اقتصادی کنن و اینا رو به عنوان شهروند فرانسوی ببینن. نتیجهش گسسته. یک مسلمان شاهد یک نابرابری است و بعد توجیهی از یک نوع ایدولوژی که آرام آرام میاد که تو فرهنگت متفاوته، سبک زندگیت متفاوته، اعتقادت متفاوته، آرام آرام سه تا فرهنگ شکل میگیره. دارالکفر، دارالاسلام، تو مسلمانی و اینا اینجا کافرن. دو، جهاد. جهاد به مفهوم بعد کافر، کافر در مقابل مثلا در مقابل مسلمان میشه جهاد. این اساسا با اون همزیستی متعارض میشه. خلاصه اینجا جامعه ایست با دین های مختلف، شما همزیستی باید ایجاد بکنید. بس ببینید، اگر این مشکل فقط فرانسه با مسلمانان نداره، با مهاجرین داره. ولی اتفاقی که اینجا فرانسه افتاده، این مسلمان ها الان تحت فرهنگ آموزش سلفی بزرگ میشن. عموما اینا اصلا شیعه که نیستن، شیعه رو رافضی میدانن. عربستان سعودی در یک مقطعی به خاطر برخی از کارهای ایران در اروپا انگشت توجه به طرف شیعه ها، در صورتی که اساسا اکثر مسلمانان فرانسه شیعه جایی نداره، اصلا شیعه ها در اروپا قدرتی نیستن.
اون مفهوم. ولی مسلمان ها خب اهل سنت در همین جا زیاد، اکثریت با اهل سنت. این آموزش سلفی به ابن تیمیه میتواند گاه رادیکال بشه و به طرف داعش بره. یعنی شما سلفی های گوناگون دارید، ولی اینا اصلا الان اینا خودشون فرانسوی بسیار از جوانان نمیدونن، چون این تبعیض در ادارات و جاهای مختلف میبینن و این اتفاق ها باید به شکل ریشه ای حل بشه. زمینی که واقعا دردآوره، اون معلم یه معلمی بوده است و بخوام روش هم خیلی مهم هستش دیگه. اون اتفاقی که میفته یه معلم رادیکال بوده، بعدم شما دقت کنید در یه جامعه باز اصلا شما جلوی هنرمند نمیدونید بگیری. هنرمند بخواد آزاد، الان مثلا با همین حکومت نظامی که مکرون اعلام کرده به خاطر کرونا و مورد مخالفت خیلی از روشن فکرها، میگن شما آزادی ما رو از ما گرفتی. این جوامع پیچیدگی داره. این اسلام اروپایی متاسفانه که میخواست زیست کنه به وسیله سه جریان ضربه خورد، یکی به وسیله همین سلفی ها. به شدت اینا رو کافر میدونن و میگن اینا اصلا ریشه اخوان المسلمین داره، اینا کافرن، خب اصلا اسلامشان درست نیست. دو، یعنی این همین سلفی ها که قدرت دارن، پول دارن، مکه درست کردن، اینجا مساجد درست کردن، مراکز فرهنگ عربستان سعودی 500 مرکز فرهنگ اسلامی در اروپا داره. و از یک طرف دیگه حتی عربستان سعودی اگر هم تا دارم متوجه شده دیگه نمیتواند به راحتی فرهنگ این امام رو عوض کنه. که فرهنگ آموزش داده میشه تو ذهن اینا با این ستا واژه‌ای که گفتم، سبک زندگی متفاوت، کافر، مسلمان، جهاد. حالا از یک طرف دیگه دولت فرانسه به این مسئله نپرداخته، از یک طرف دیگه یه موزلی که شما نمیدونید جلوی آزادی هنرمند بگیرید. خب چون اینجا دولت و حکومت و رسانه ها باید وارد گفتگو بشن، درک متقابل نمیشه جلوی آزادی گرفت. آزادی اینا میگن آزادی بیان. از یه طرف دیگه او با یک انگار به شما جمعه هایی در این کشورهای اروپایی میبینی که کنار هم زندگی میکنن، با هم زندگی نمیکنن. و این خودش، حالا خود شما هم این تجربه داری توی ایتالیا که هستی، حالا اینجا خیلی شدیدتره. و اتفاقا مرکز تسامو یا جنگ فرهنگ ها تو فرانسه خواهد بود. یعنی فرانسه بیشترین چیز داره و بیشترین تولید فرهنگی داره و اتفاقا الان راست افراطی فرانسه از تمام احزاب اروپایی قوی تره و این همه هشدار و اعلام خطره. اینا نشانه های خوبی نیست که اتفاق افتاد در فرانسه.